سلام سلام، امیدوارم که خوب باشین. خب همونطور که بهتون گفته بودم، امروز دوباره میخواییم بریم کمپ کنیم و دیگه تو سال 2021 این آخرین باری که کمپ میکنیم و بعدش هم دیگه میریم تو سال 2022 با کمپ های هیجان انگیز. مثل من که آمادم، کولم رو گرفتم با وسایلم و اینکه چادرم و کیسه خوابم. دیگه بریم که ایشالله یه شب خوبی داشته باشیم و امیدوارم که خیلی دیگه سرد نباشه، هرچند که سرد هست. و برای رفع سرما، البته اینا رو ندید بگیریم، میریم که یه شب خوبی داشته باشیم. همین دیگه، مراقب خودتون باشین فعلا. خب همونطور که میبینید ساعت 4:32 است. حالا من ساعت 4 امروز تعطیل کردم، جمعه ها ساعت 4 تعطیل میشم، که الان هم دارم میرم سمت همکارام که همه با هم بریم برای کمپ کردن. و اینکه همین دیگه، با من همراه باشین که امیدوارم یک شب هیجان انگیز داشته باشیم و مثل دفعه های قبل کلی حیوان دور بر ما نباشن. البته الان یه ذره تاریک شده، یه ذره کار سخت میشه به خاطر که حالا البته زمستون همیشه زود تاریک میشه، ولی کار از این بابت سخت میشه که ما باید چادر بزنیم و امیدوارم که بتونم، برای اولین بار میخوام چادر بزنم و امیدوارم که بتونم پسش بر بیام. همین دیگه، با من همراه باشین و فعلا. این دفعه من تصمیم گرفتم که پشت سرشون رانندگی کنم. دلیلش اینه که با بچه ها برم، چون دفعه قبل من خودم تنها رفتم. اونایی که استوریای کمپ رو دیده بودن، البته الان توی هایلایت هم هست، تو هایلایت کمپ میتونیم کمپ های قبلی رو ببینیم. خلاصه من که با خودم تنها رفتم، توی جنگل گم شدم. دفعه قبل نگفتم و استوریام نکردم چون خیلی استرس گرفته بودم. یه مسیر جنگلی بود که خیلی باریک بود و مثلا نمیتونستم حتی مثلا برگردم. من نزدیک بچه‌ها بودم چون اونا کنار دریاچه بودیم اگه یادتون باشه دفعه قبل، و من انگار یه مسیر رو رفتم و دوباره 30 دقیقه با بچه‌ها فاصله گرفته بودم. دیگه انقدر استرس، خیلی هم تاریکه دیگه، خیلی ترسیده بودم و باعث شده بود که دیگه گفتم پس من برمیگردم خونه، دیگه من نمیتونم پیداشون کنم توی اون جنگل و اینا. و خلاصه اینطوری شدش که من گفتم من برمیگردم. بعد دیگه داشتم برمیگشتم، یه آقایی دیدم تو جنگل و ازش خلاصه به اون آقا گفتم که من تو جنگل گم شدم و نمیتونم دوستامو پیدا کنم. دست بر قضم من اونجا که از اون آقا پرسیدم، اون برگشت به من گفتش که شما چند تا خانم هستین که کمپ میکنین؟ گفتم بله. گفتش که اون خانمای دیگه دوست داد مثلا توی مسیر دیگه هستن، به یه سراحی میرسی و مثلا این سراحی رو بریم. دیگه دوستام همینطور به من زنگ میزنن که من کجا. من بهشون گفته بودم که من گم شدم تو جنگل و نمیتونم پیداتون کنم. و خب طبیعیه اینا سوئدی هستن و همه این مسیر و همه این جاها رو بلدن. برای من که حالا الان سومین باره که میرم کمپ میکنم، یه ذره خب سخته، هم مسیرها رو پیدا کردن و خیلی آسون نیست برام صادقانه. دیگه امشب گفتم برای اینکه دوباره گم نشم و استرس نگیرم، گفتم که من میام دم کمون میستم و با هم دیگه همه با هم میریم که دیگه حالا این دفعه گم نمیشم. حالا بریم که یه شب خیلی خوبی رو داشته باشیم. ولی خب مسیر جنگلی میبینید این شکلیه و کاملا تاریک. حالا هنوز ما به جنگل اصلی نرسیدیم، هنوز اینجا اوکیه، ولی وقتی که هرچی جلوتر میری و میری تو جنگل دیگه خیلی تاریکتر و یه ذره پیدا کردن مسیر سخت میشه. خاطر همین دیگه من با حرفه‌ای میرم و گفتم که شما جلو برید. حالا این دوتا ماشین هم که میبینید دوستام هستن که دارن میرن و حالا بازم براتون استوری میذارم فعلا. خب اساسا من اول نباید تو این جاده یخ زده براتون استوری بگیرم، ولی خب حالا سعی میکنم که مراقب باشم و براتون استوری بگیرم. دلیلش هم اینه که خیلی جاده یخ زده و با اینکه ما حالا الان پلاستیکای زمستونی داره ماشینمون، ولی باز هم باید خیلی مراقبت کنیم که سر نخوریم. وقتی هوا دیگه به منفی 21 درجه میرسه طبیعیه که همه چی یخ میزنه. حالا البته الان منفی 21 نیست، یه ذره بهتر هوا، ولی باید مراقب باشم دیگه. فعلا تا برسم به مقصد امیدوارم که همه چی خوب پیش بره. با من همراه باشین، صدا رو داشته باشین فقط دیگه. امیدوارم که
وقتی میریم تو دل جنگل دیگه این شکلیه و امیدوارم که اینترنت داشته باشم تا بتونم استوری بگیرم براتون و یعنی براتون فیلم میگیرم و فردا دیگه آپلود میکنم. دیگه ما بریم. یه بندی بود اینجا، یه بندی بود اینجا، بعد ما این بند رو دیگه همکارم کنار زد و الان اومدیم توی اینجا. خیلی تنگ است، من نمیتونم ماشین که دارم میرم همیزر استرس دارم که به درخت ها نخورم و امیدوارم که دیگه همینجا بیستیم چون دیگه خیلی جاده تنگ شده. چطوری برگردم؟ یعنی چطوری دور بزنم؟ امیدوارم که خوب پیش بره. خلاصه الان همکار من که جلوتر از هر دوتای ما بود رفت جلوتر با ماشینش و ببینه که آیا میشه با ماشین بریم یا نه. و خیلی آخه دیگه الان تنگ شده جاده، انقدر تنگ شده که من هر لحظه احساس میکنم که ماشین ممکنه از چپ و راست به درخت و اینا بخوره. و حالا ببینیم که چی میشه دیگه. صبر میکنم تا ببینم که همکارم برگرده. بارون چی میگی وسط؟ خب ما الان اینجا دیگه منتظریم. بیکن شو رفت. اوکی. خب دیگه همکارمون رفته جلو و میگه ما میتونیم با ماشین بریم. بریم ببینیم که چه فاش. اینجا تنگه این جاده. من اصلا نمیتونم. این ماشین هم صدا میده، یعنی بیپ میکنه که نه رو گفتم هم مثل این بچه پر رو این تو میگه امیدوارم که رد شم. خدایا. خب همکار من که میخواد اینجا چادر بزنه. حالا من یه دونه پن لامپا دارم این و یه تصویر رو بد میکنه. حالا من هم دارم دنبال یه جا میگردم صاف باشه تا بتونم چادر بزنم. خیلی هم از طرفی نمیخوام ازشون دور باشم، استرس دارم، استرس میگیرم خیلی دور نشم که اگه جیغ زدم و نیاز به کمک داشتم بتونم به من کمک کنم. ببینم کجا پیدا میکنم. فکر کنم همینجا خوبه دیگه. اینجا خوبه به نظرم. میبینی؟ اینجا اصلا معلوم نیستی چی فیلم گرفتم با اعمال شاقه. خب تازه خواستم اینجا رو نشون بدم نمیشد ولی حالا الان یه ذره بهتره. من الان همکارم داره اونجا تلت میزنه، من هم گفتم اینجا چادر بزنم. اینجا رو انتخاب کردم و فکر کنم خوبه دیگه. من برم که چادر بزنم، وقت رو از دست ندم. خب همونطور که میبینی نتیجه نداد و مثل چی توی یل موندم. حالا منتظرم که همکارم بیاد و بهم کمک کنه. چقدر سخته، البته چون سرده به خاطر اونم هست. خب من الان دیگه تلتو زدم، چادرمو برپا کردم با کمک همکارم و اینکه که برم کیسه خوابمو ردیف کنم و باد کنم و بعد بقیه وسایلمو بذارم توش و دیگه بریم سمت دوستان. حالا این که تموم شد. خب دفعه قبل من با اینکه کیسه خوابم تا منفی 30 درجه رو اوکیه ولی باز احساس سرما کرده بودم دفعه قبل. البته خب تاثیر داشتش که کنار رودخونم بودیم. من اینو پاپشن خیلی کلوفم بودم که بعد از اینکه رفتم توی کیسه خوابم دوباره اونم بذارم روی تنم کاپشن رو. فعلا دیگه اینا رو ردیف کردم اینجا هم که تلتم رو گذاشتم و امیدوارم که خیلی سردم نشه. خب الان میبینم این تو رو هم ببینیم. اینجا یه حالت استوکاتوره از این کلوهای چوبی و خب همکاران هم میگن که یعنی معجزه نداریم که تو بخوابیم به خاطر اینکه تقلب میشه و باید بیرون باشیم. خلاصه امشب آخرین باری که تو سال 2021 میایم بیرون و بعدش حالا دوباره سال 2022 میشه با امید خدا. اما چون امشب همون نزدیک کریسمس هستیم تصمیم گرفتیم که یه ذره غذای کریسمسی درست کنیم و اینجا بخوریم به این شکل. خب
خب اونجا خیلی خطرناک بود که میخواست بر پایین و ما دیدیم که اینجا یه راهی هست که میشه راحت تر رفت و از پایین آب بود برگرم کردن و اینا که الان داریم از این سمت میریم. وای چرا سوره، ولی خب اینجا خیلی بهتره تا اون قبلی. میخوایم بریم اینجا و اوی بزن زمان میگذر بشم جلوی پامم ببینم. اینجا آب بگیریم توی سطح بریزن و بیارم با دیگه. من جلوتر نمیرم به خاطر اینکه سخت میشه. بالاخره این سختی هارم دارم. میگه آب خیلی سرده. خب خوب پیش رفته. دیگه میریم بالا. خب من الان دیگه آب پوشوندم، ریختم توی این کیسه آب گرم و الان دارم میرم سمت چادرم که اینو بندازم توی کیسه خوابم، که کیسه خوابم قبل از اینکه بخوابم، حالا یه نیم ساعت یه ساعت دیگه، اما ساعت 11 شبه که میخوام بخوابم، دیگه کیسه خوابم گرم باشه. این خیلی خوبه که قبلش این کارو بکنم، یک ساعت قبل از اینکه بخوابم، و همینطور گرم میمونه و کیسه خواب منم گرم میکنه. همین دیگه. خب من یه دونه فلاسکای دیگه از همکارم قرض گرفتم به خاطر اینکه نه که حالا اینجا ها برفه، فکر میکنم که البته حالا که ما روی یا کامل یا کامل نمیذارن. آها اوکی. خب حالا من دوباره دارم برمیگردم به سمت چادرم. همونطور که داشتم میگفتم، من تصمیم گرفتم که یه دونه دیگه هم واتر فلاسکا بگیرم به خاطر اینکه کیسه آب گرم بگیرم، به خاطر اینکه فکر کردم که وای حالشون رو خریدارم. یعنی من الان اومدم توی کیسه خوابم، البته اولش تو چادرم، بیرونم که اینجا به این شکل حالا اینو ببندم. و اینکه کاری که کردم این که خب زیراندازم رو که باد کردم، زیرشم یه دونه از این مته‌های پلاستیک، از این مثل یوگا مته گذاشتم، و این که روشم که کیسه زیر انداز بادیمو گذاشتم، و بعدش هم کیسه خوابم که دوتا کیسه آب گرم گذاشتم توشو. دفعه قبل از نوبرم که خیلی سرد میشه، از احساس سرما کرده بودم، و خاطر همین این کاپشن برزنتی من آوردم دوباره انداختم روی کیسه خوابم و الان دیگه میخوام بخوابم. شبتون بخیر. سلام سلام دوباره، صبحتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین. اینجا رو نمیدونی چه خوشگله. دیشب خواستم بهتون نشون بدم اما خب خیلی تاریخ بود، دیده نمیشد. ما دقیقا اینجا نشسته بودیم و خب دیشب روشن بود آسمان، ما میتونستیم اینجا رو ببینیم، ولی خب توی دوربین اصلا مشخص نمیشد. خاطر من گفتم که صبح بشه و براتون فیلم بده. میبینید چرا خوشگله؟ درست سرده و مثلا خوابیدن تو جنگل و اینا و کمپ کردن داستان خودشو داره، اما این زیبایی ها به نظر من خیلی ارزشمنده و کلی یاره میتونه انرژی جمع کنه. جای دون بدونتون خالی. خب دیگه داریم برمیگردیم. اینجا دارم یه ذره، دیشب خب خیلی تاریک بوده، خیلی بدتر بوده، ولی خب الان چون دیگه روشنه میتونم ببینم، ولی خب بسیار جاده تنگیه و ماشینم تقریبا بزرگه، یه ذره سخت میکنه برای
و اینکه شب خیلی خوبی رو داشتیم. همینطور الان هم که صبحانه خوردیم و دیگه الان ساعت 10 صبح و من دارم برمیگردم خونه. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین و ماهای دیگه توی ژانویه، فوریه و مارس برف بیشتری داریم و فکر کنم هیجان انگیزتر میشه. اونایی که دوست دارن با من همراه باشن. مرسی از نگاه زیباتون، کامنت های خیلی خوبتون و مراقب خودتون باشین. بالا همین دیگه، خدافظ. الان دیگه میخوام یه سری وسایلامو جمع کنم. بعد یاد اون موقعی افتادم که از ایران میخواستیم بیایم، کوله گرفته بودیم و مثلا توی کوله همون رو پر وسیله کرده بودیم، وسایلی که مثلا مورد نیازم بود. بعد دیگه الان دارم اونا رو جمع، یعنی وسایل کوهنوردیمو دارم جمع میکنم. یاد اون موقع افتادم، هم جالب بود و هم خب چون انقدر سختی داشت هزار سختم بود. به همه وسایل ها یه دونه از این کیسه های چی میگیم تو ایران بهش، از اینه که آب گرم توش میریزیم، اونم باید بذارم، به خاطر اینکه میذارم توی ببولی اسمش چیه، توی سوفسکم، یعنی توی لال از دنیا نرم صلوات. یادم اومد کیسه خواب، به خاطر اینکه شب انقدر سرد میشه. الان 4 درجه است، 3 درجه یا 4 درجه است، ولی مثلا شب میشه منفی دیگه، خیلی سرده. بعد تو اینو پر آب داغ میکنم، بعد میندازیمش هممون توی کیسه های خوابمون قسمت پا. بعد کیسه خوابمون هم گرم میشه، با اینکه مثلا کیسه خواب من الان منفی 30 درجه جوابه، ولی به هر حال سرده دیگه در حالت عادی، تا مثلا بدن آدم گرم بشه، چون حالتی که مثلا میخوابیم سرده دیگه. به خاطر همین اینو دیگه خیلی نکته مهم، یعنی چیزی که خیلی مهمه، حتما حتما باید داشته باشیم. بعد تو وایس یعنی توی استوری قبلی گفتم کوهنوردی، حالا استثنا تو سوئد من انقدر کوه ندیدم تا حالا، جنگل نوردی. ما کوهنوردی رو تغییر میدیم به جنگل نوردی و کمپ. یه شلوار برداشتم، این کیسه آب گرم که خیلی مهمه، یه سری لوازم بهداشتی، لیوانو، اینا برای همکارم که بعد برم پسش بدم، دفعه قبل آوردم. این یه دونه زیرانداز بادیه که بعد اونجا دیگه لطف کنم بادش کنم، و برای زیر اینا هم همه باید بکنم به خاطر این که خب این الان اینا همه نوعه. بعد اینم منفی 27 درجه رو اوکیه باهاش، یعنی من نمیدونم این پشم شیشه چیه توشه، ولی خب خیلی چیز سبک و خیلی راحته. این بالاش هم دیگه برف نمیره دیگه، چون ما مثلا توی زمستونم میریم دیگه 30-40 سانت راحت برفه دیگه. اینجوری انتخاب کردم که بالای پام دیگه برف توش نره. کیسه خواب، چادر، یه شلوار خیلی پشمی که سردم نشه، یه دونه فلاسک، و این کوله که یه کوله بزرگم انتخاب کردم که راحت باشه، همه چی توش جا بشه. اینا رو گفتم بهتون نشون بدم. آخه اصلا شما اینو ببینین، آخه تو چرا انقدر قشنگی بچه؟ وای خدایا خدایا، اینا رو از آمازون خریدم، خیلی خوشگله، اصلا مردم من برای این. بعد اینم دستش این شکلی میشه، بعد دوباره اینجوری جمع میشه، یه دونه مایتابه، بعد اینجوری زیرش، این باز روی یه نقاب لمه است. مثلا شما اینقدر خوشگلی، من اصلا نمیدونم چجوری استفاده کنم از شما، یعنی اینقدر قشنگ. چرا این اصلا خیلی گوگوله. لیوانم هم که این شکلی که اصلا قشنگ مجهز برم که امشب ایشالله دیگه یخ نزنم. البته دفعه قبلم خیلی خوب بود، ولی خب حالا دیگه ببینیم چی میشه دیگه. با من همراه بشین. تیپ چرا انقدر خفنه خدایا؟ جورابا رو ببینیم، واقعا
خیلی خنده داره باحال شد، ولی اشکال نداره. خب بالاخره سرده دیگه، کارش که نمیتونم بکنم. ولی با اینکه جوراب مخصوص خریدم، تم کریسمسی هم داره، اینقدر خفن نباش. با اینکه جوراب این مدلی هم خریدم، ولی فکر کنم خیلی سرده. در نهایت باز فکر کنم بعد این جوراب رو بپوشم. اینا جورابایی که من بدون اینا توی زمستون سوئد، پاییز زمستون سوئد دووم نمیارم. یعنی انقدر اینا به من کمک میکنن، 24 ساعته تو پا من. اونم به خودم میبرم که دیگه کنار این بذارم و فعلا منتظر بشیم تا سعید بیاد که بعد برم. منتظر سعیدم دیگه بیاد، منم میرم. امیدوارم اونجا اینترنت داشته باشم که شمارم به خودم همراه کنم. فعلا مثلا چکمرم پوشیدم، خیلی خوبه، راحته، خیلی سبک و خیلی راحت. البته همکاران به پیشنهاد دادن که اینو بخرم، گفتن که این خیلی چکمه خوبیه و یکی از همکاران خودش 30 سال این چکمه رو داره، گفت حالا دیگه باید عوضش کنم. اون به پیشنهاد داد، احساس میکنم خیلی راحته، برای توی برف هم عالیه دیگه، خیلی به پای آدم فشار نمیاد، خوبه دیگه. خب به سلامتی دیگه من آماده شدم، کاپشنم پوشیدم، کولم. خب دیگه آمادم، دیگه اینجا کیسه خوابم، چادرم و کیسه خوراکیم گرفتم. بریم که شب خوبی داشته باشی و همچنین فردا. اونایی هم که دوست دارن با من همراه باشن. فعلا یه آپدیت جدید بدم قبل از رفتن. ببین من اون کاپشن رو پوشیدم، احساس کنم دو برابر وزن خودمه، اصلا نفس آورد منو. فقط گفتم ولش کن دیگه، همین کاپشنی که اون دفعه پوشیدم، این خیلی هم کاپشن گرم و خوبیه دیگه، گفتم همون رو بپوشم دیگه، چون اون خیلی وحشتناک سنگین بود، اصلا یه وضعی بود که اصلا نمیشه تحملش کرد. یه رفتم تو ماشین، دیدم نه اصلا جوری من دارم میفتم، اینقدر که سنگینه. بعد دیگه اینجوری دیگه میفتم، کاپشن رو عوض کنم دیگه، با این برم دیگه، ببینیم چی میشه دیگه. نه گرم خوبه، این کاپشن هم خیلی کاپشن گرم خوبیه دیگه. اینطوری خب دیگه الان باید یه 6 کیلومتر همینطور توی این جاده برم تا بعدش هم دیگه ببینم چطور میشه دیگه به کجا، چون هر دفعه که میریم ما یه جای جدید میریم، بخاطر همین یه ذره دیگه مثلا اینطوری نیست که هر جایی رو دوبار بریم، یه ذره پیدا کردنش هم میتونه سخت باشه، هم چالشی باشه، ولی خب به هوا هم داره شب میشه و امیدوارم که دیگه تاریک نشده برسم دیگه. حالا یه ذره اینجا رو بهتون نشون بدم که خوشگل هم هست، ولی خب خیلی مراقب بود چون جا داشتی که خیلی تنگه دیگه، باید مراقب هم بود دیگه، همش جنگله دیگه. بریم ببینیم چی میشه دیگه، باحال دیگه. همیشه تجربه های باحال این مدلی رو دوست داشتم و خوشحالم و امیدوارم که خرس نیاد دیگه امشب. سلام سلام به همه، الان اینجا یه دریاچه خوشگل هست که الان فکر کنم دیده نمیشه، اونو دلیلش این که خیلی تاریکه. چطور میشه من اومدم یه دوری بزنم و بعدش هم برگردم پیش بقیه ببینم که چطوره. اولش اونو به مختلفت هست و اتفاقی نمیفته و ما نزدیک به هم هستیم، ولی خب یکی از دوستان اینجا میخوابه تو چادرش، یکی دیگه شون اون سمت میخوابه پشتش و ما Mas se rosca la peor, baja. Me lo estoy.
دیدن این صحنه ها ارزش داره. سلام سلام، صبحتون بخیر. یه ذره باید بلندتر حرف بزنم به خاطر اینکه انقدر باد شدیدی میوزه، به خاطر همین دیگه گفتم یه ذره بلندتر حرف بزنم تا اینجا رو ببین. خیلی خوشگل دورمون زیباست که هرچه از زیباش بگم کمه، که دوستان هم اونجا خوابیده، خودمونم اینجا خوابیدیم. دلیلش هم بود که من چادر نزدم. خیلی خیلی باد شدیدی بود از دیشب، خیلی باد شدید و باعث شدش که خب یه من چادر نزدم، پس من بگیرم اون تو بخواب اینجا. روزتون بخیر، جمعه خوبی داشته باشید. شما تعطیلید، ما هم سر کاریم. امروزم دوباره آفتاب خوشگل رو داریم، هرچند که سرده و اینکه حالا برای که امشب کمپ کنیم به روال سابق، اگه دوست داشتیم با من همراه باشین و منو همراهی کنین. حالا الان میخوام برم خرید کنم و یه سری چیز میز بخرم برای شب، حالا بعدم میام و بهتون میگم. مراقب خودتون باشین، امیدوارم که در ادامه روز روز خوبی داشته باشین و همین دیگه، فعلا خدافظ. خلاصه همونطور که گفتم امروز دیگه کمپ میکنیم و قراره که بود دفعه قبل که رفته بودیم کمپ کرده بودیم توی ماه ژانویه بود دیگه، ماه قبل، چون ما ماهی یه بار میدونید دیگه کمپ میکنیم. بعد برف می اومد، خیس شده بودیم از این برفای بلوت، خیس خیلی از این شله برف به قول خودمون، بعد خیس شده بودم و خیلی هم سرد شده بود. حالا الان فوریه است و خب دیگه دمای هوا هم که مشخصه دیگه منفیه، تا منفی 22 هم داره. حالا امروز یه ذره بهتره، منفی 22 نیست، کور بایمه. و اینکه دیگه چی میخواستم بگم، آره خلاصه اینکه اینجوریه، آره خلاصه حالا میخوایم بریم. منم رفتم بیزار خرید کردم، دلیلش هم اینه که حالا تو گروهی که ما داریم، ما یه گروه 6 نفر هستیم دیگه، گفتم قبلا 6 تا خانومیم که کمپ میکنیم و هر دفعه حالا مثلا هر کسی میگه من یه چیزی آماده میکنم. منم این دفعه گفتم که سمبوسه درست کنم و سالاد، حالا برم خونه بهتون نشون میدم. قراره که سمبوسه رو مایش آماده کردم، بریم اونجا و سرخش کنیم، ببینیم دیگه چی میشه دیگه. خلاصه این که با من همراه باشین، همین دیگه. دارم ببینید برفا همه تبدیل به یخ شدن، اینا رو میام میبرن دیگه. اون دفعه هم گفتم با ماشین، یعنی با کامیون میان اینا رو میبرن و دیگه از اینجا جمع میشه. ولی خب فعلا الان که اینجا هست، ولی همین که نور خورشید رو داریم خودش کلیه. اینجا هم از این ورگینا میذارن که توش دونات و شروس و اینا میفروشن،
قدم بوش خوبه که حالا اومدم برای سومیا و سوفیا بگیرم. عاشق دون. سلام دوباره. خب من اومدم خونه، گفتم که یک ساعت زودتر تعطیل میکنم امروز، دلیلش هم اینه که خب به کارام برسم و اینا که میخوایم کمپ کنیم. مایه سمبوسم رو درست کردم اینجا گذاشتم، از دیشب آماده کردم چون خب وقت نمیشه دیگه. حالا اینو انتقال میدم توی این ظرف که برای کمپه و اونجا دیگه یه کوچولو گرمش میکنم و میخوام توی این نونا بذارم و بپیچونمشون و به اصطلاح همونجا هم سرخش کنیم. دیگه یه دونه سالاد میخوام درست کنم سریع و بقیه همکارام، یکی هم گفتش که من چیز آماده میکنم، اسمش چیه، صبحانه آماده میکنم، یکی دیزرت آماده میکنه. برای سمبوسم دو نوع سس گرفتم دیگه، یه دونه این سس هاته، یه دونه هم سس سالساه. حالا گفتم که اینم بهتون نشون بدم. بعد دیگه اینجا هم که وسایل کمپ هم دیگه بعد الان آماده کنم، بعد برم پایین کاپشنم و اینا رو بیارم دیگه، همین دیگه کیسه خوابم و اینا. یه چیز جالب، باز یه تجربه جالبی هم من بگم، من همیشه یادمه که قبلا گفته بودم، حالا تو هایلایت کمپ من ببینید، اینجوری بوده که کدو تنبل رو ببینید، اونجا کایی همیشه خونه یه دونه شمالی هست، اینو ببینید چیز کردم، این یه دونه جورابیه که مخصوص چیزه، مخصوص زمستونه و خیلی خیلی پارو گرم نگه میداره. من دفعه قبل به اصطلاح جوراب کلوفت میگرفتم، فکر میکردم اونا باعث میشه که گرم بمونه پام، ولی دیدم اصلا همش پام یخ میزنه دیگه. به خاطر همین یک از همکارام گفت نه تو جوراب اشتباه گرفتی، به خاطر همین یه جورابیه که خیلی خوبه برای کم کردن. گفتم اینم بگم دیگه، خلاصه این که من برم اینا رو جمع جور کنم و برگردم. اینا رو هم دفعه قبل باز نشون دادم، اینا حالا الان گفتم بستش هم نشون بدم باز برای دوستانی که حالا شاید تو سوئد هستن به دردشون بخوره، تو ایران فکر نکنم داشته باشیم. اینا برای گرم کردن دست و پاه، اون دفعه هم گفتم نشون دادم و اینطوریه که یه دونه پوسه، یه دونه بسته کاغذی، آره دیگه بسته کاغذی که احساس میکنم تو شد شن این مدلیه، خلاصه این که اونو تکون میدی، فقط هیچ کاریش نمیکنی، فقط اون بسته رو تکون میدی. حالا امشب بهتون نشون میدم، قشنگ اون رو تکون میدی، ببین 8 ساعت گرما رو در خودش نگه میده. من میخوام برم بخوابم، هم برای دست و هم برای پا، تو پا میپوشم اینو و تکونشو میدم تو پا میپوشم، این تا صبح قشنگ داغه، قشنگ عرق میکنه دست و پایم، انقدر قشنگ داغ میشه. به خاطر هم این خیلی چیز خوبیه، گفتم که حالا اینم بهتون نشون بدم، خلاصه دونه دونه هی نشون بدم، بعد برم کارامو برسم واقعا دیگه برم. خب سالادم هم ببینید چقدر جذاب سریع آماده کردم که مخلوطی از انواع کاهوها هستش. بعد دیگه جونم بگه براتون، گوجه گیلاسی همونجور که میبینید، پیاز قرمز، پنیر موزارلا. برای سوسش هم از این ترکیب استفاده کردم، سرکه بالزامیک و روغن زیتون، یه ذره بهش روغن زیتون چیلی زدم و یه ادویه مخصوص سالاد که بسیار هم خوشمزه، الان که خیلی بوش خوبه، که اینو با سمبوسه که میخوام اونجا سرخ کنم دیگه میل میکنیم، همین دیگه. بعد هم این که دفعه قبل من از خوروپوف دوستان نتونستم بخوابم، همسر جان زحمت کشید اینو برای من خرید، دیگه امشب اینم با خودم میبرم که بذارم تو گوشام. اینا خیلی ژله‌ایه و وقتی میذاری تو گوشت فرم گوشو میگیره و دیگه آره، خلاصه دیگه اینا رو هم که دیگه فکر کنم خیلی کمک کننده باشه، بخاطر که دیگه میذارم تو گوشم و به خواب عمیق میرم دیگه. البته نگفته نمونم تو خونه هم بعضی وقتا این کار میکنم، چون سعید خانم دیگه خروپوف میکنه دیگه، ولی خب دیگه این در برابر اونا اصلا هیچی نیست واقعا، ولی دیگه اینا نجات دهنده است دیگه. بریم که کمپ کنیم تو این سرما و یخ که هیجانات خودشو داره. خب حالا بریم اینجا ببینم امشب چی ببرم با خودم. خودم فکر کنم این شراب گیلاس خوب باشه، این شراب گیلاسه، خیلی خوشمزه است، من خیلی دوست دارم و فکر میکنم این خوب باشه. یه دونه اینو فکر میکنم با خودم ببرم، یه دونه این هم شراب سفیده، این دوتا رو با خودم میبرم.
که دیگه میدونید دیگه بیرونم سرده، شرابم خب خیلی خوبه دیگه، شراب یا حالا ویسکی یا ودکا، که من ترجیحم اینه که شراب ببرم. این دفعه میخوام خودم شراب ببرم. اینم حالا بر کسی که اگه دوست دارن، این خیلی من رکومندرام میکنم. گفتم یه دونه بهتون آپدیت بدم، جورابامو پوشیدم که با این چکمه ها میاد، وسایل هم گذاشتم مثل کیسه آب گرم و بقیه وسایل ها. این متاییه که برای زیر اندازه بادیم میذارم. کیسه خوابم رو گرفتم به اضافه زیر اندازه که بعد بادیه که بعد زیرم پهن کنم، به اضافه یه کاپشن خیلی کلوف که دوباره میندازم روی این کیسه خواب که خودش تا منفی 30 درجه رو جواب میده. خوراکی ها رو برداشتم و همه چیزهای دیگه و الان دیگه باید کم کم آماده شم. ساعت 4 و ربع و من 4 و نیم پیش همکارام باشم که بریم به سمت جنگل و کمپ. همین. خب طبق معمول من همیشه میام اینجا و قبل از این که برم با شما از اینجا خداحافظی میکنم و همیشه از اینجا امیدوار هستم که توی جنگل اینترنت داشته باشم تا بتونم همه استوریایی که میذارم رو براتون آپلود کنم. امیدوارم که امشب هم اینترنت داشته باشم چون ما خیلی میریم توی جنگل و به خاطر همین خیلی طبیعیه که اینترنت ضعیف باشه. ولی خب طبق روال همیشه سعی میکنم که نفس نفس میزنم به خاطر این لباسای زیادیه که میپوشم. بعد گفتم اینم بگم و اینکه امیدوارم که اینترنت داشته باشم، با من همراه باشین استوریایی که براتون میذارم، وگرنه فردا اگه از من خبری نشود نگران نشین. امیدوارم که حیوان میمونی در کار نباشه و از طرفی خب فردا استوریا رو براتون میذارم. خلاصه گفتم که نگران من نشی یه وقتی خدایی نکرده. و اینکه دیگه برم و حالا میبینمتون دیگه، مراقب خودتون باشین. اینجا رو بهتون نشون بدم، حالا هدف من چیز دیگه ای بوده، هدف من این بوده که بهتون نشون بدم که اگه یادتون باشه دفعه های قبل چقدر تاریک بود و الان هر چقدر ما به سمت بهار میریم هوا روشن‌تر میشه. میبینی الان قشنگ هوا روشنه. ای همکار منم اومد، من دیگه باید برم. فعلا جاده رو ببینید تو رو خدا، اصلا یخ خالی یعنی انقدر یخ زده است، باید خیلی مراقب بود وگرنه میرم اون پایین. دیگه ببینید چیه دیگه. دریاچه یخی رو هم بهتون نشون بدم اگه بتونید ببینید. هنوز تاریک نشده، ببینید چقدر خوشگل این دریاچه. الان کامل یخ زده ولی من برم که موبایلم دستم نباشه که خطرناکه، چون جاده بسیار یخ زده است. فعلا خب دیگه الان ما رسیدیم، ماشینمون رو پارک کردیم، الان یه کوچولو تو هوا روشنه اینجا رو بهتون نشون میدم که شما هم ببینید، چون دیگه تاریک میشه اصلا دیگه معلوم نیست. و بعدش دیگه شبم میرم پیاده روی با شما رو میبرم. حالا اینجا رو زبه تو نشون بدم شما ببینید ما کجا هستیم، یه کوچولو. خب ما الان رسیدیم و من میخوام اینجا رو یه کوچولو بهتون نشون بدم تا هوا الان روشنه، به خاطر اینکه خیلی خوشگل. حالا فردا دوباره بهتون نشون میدم ولی الان میخوام یه کوچولو بهتون اینجا رو نشون بدم. اینجا یه دریاچه خیلی خوشگله که خب مسلمه دیگه یخ زده. ببینید من راه میرم زیر پام برف رو ببینید چه صدا میده، این به خاطر اینکه خب این همه یخ زده. این یه دریاچه خیلی خوشگله که این قسمتش کاملا یخ زده ولی حالا میبرمتون جلو. اونجا دیگه آب یه ذره جریان داره و یه ذره کمتر یخ زده. اینجا و این قسمت اینجا چوب هست، هیزم هست که ما کل شب اینجا میشینیم و آتیش درست میکنیم و گرم میشیم. اون ته هم با زوره بهتون نشون میدم، میریم میخوابیم همونجا که الان همکارم چراغ روشن کرده، اونجا هم میخوابیم. حالا بهتون نشون میدم و حالا بازم استوری میذارم براتون. الان باید بریم و آتیش روشن کنیم. هم
خب این همکارم که خودش بر خودش یه دونه چادر میزنه اینجا این وسط میخوابه، ولی خب من تا اونجا که بتونم سعی میکنم که جایی بخوابم که مجبور نباشم به اصطلاح چادر بزنم. خب بعضی جاها هم مجبور میشم که چادر بزنم. حالا امشب چون ما اینجا اینو داریم، من میرم این زیر با بقیه همکارم میخوابم. قضیه خور و پف و این داستانا به خاطر این بود. حالا الان معلوم نیست اینجا، ولی من الان باید اینجا بساط زیراندازم و اینا رو پهن کنم تا تاریک نشده و بعدش اینجا میخوابم دیگه. برم کارامو برسم تا هوا روشنه استفاده کنم. شونم که مشغوله. یه بوی چوب و جنگل و اینا هم میاد که واقعا جای دون به دونتون خالیه. اونایی که دوست دارن. همین دیگه فعلا. خب ببینید این زیر رو، حالا مجبور شدم دوربین گوشی من روشن کنم. ببینید این زیرش این مته رو پهن کردم که اگر خورده چوب یا میخ یا چیزی بوده این زیرانداز بادی منو سوراخ نکنه. اونو زیرش پهن کردم، اینم گوشتم روش و الان میرم کیسه خوابمو برمیدارم میارم میزنم اینجا روی این تا آماده بشه و دیگه تو تاریکی نخوام حالا پیدا کنم. خب ببینید الان اینم دیگه کیسه خوابم هم باز کردم، گذاشتم روی زیراندازم و این کیسه آب گرمم که باید آخر شب به اصطلاح آبو به جوش بیاریم بریزیم این تو و من دو تا از این کیسه ها دارم که میندازم توی کیسه خوابم که تا صبح بتونم بخوابم دیگه، یعنی گرم باشه. چه نفس نفسیم میزنم به خاطر اینکه خب پهن کردن اینا خیلی مهمه و باید سریع این کار رو انجام داد. خب من اومدم که یه ذره تا قبل از اینکه بقیه همکاران برسن اینجا رو بهتون نشون بدم. صدای آب اینا البته فردا خیلی خوشگل تره دیگه، ولی حالا یه کوچولو گفتم بهتون نشون بدم اینجا رو، چون خودم حالا شب میرم پیاده روی اون سمت توی جنگل دیگه خیلی تاریکه و نمیتونم بهتون نشون بدم. الان یه کوچولو هنوز باز نور داریم. دارم براتون استوری میگیرم، باورتون نمیشه این انگشت کوچولو اصلا قشنگ بی‌حس شد از درد، از بس که سرده انقدر که یخ زده درد گرفت قشنگ. نه که گلایه باشه اصلا که دارم براتون استوری میگیرم، ولی واقعا یخ زده این انگشت کوچولو. برم یه دونه دستکش بذارم چون خیلی یخ زده. بعدیشم اینه که با دستکش نمیشه براتون استوری بذارم. همکارم هم داره روی اون نیمکت های چوبی که برفا نشسته و یخ زده رو داره از مثلا داره به اصطلاح از بین میبره تا ما بتونیم بشینیم. برم بهش کمک کنم. نگاه کنیم، یعنی کم کردم با اعمال شاقه. اوی 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 اینجا رو ببینید. همکارم یه دونه از این ترپ، به میگن ترپ چون چادر نیست، خب چادر یه چیز دیگه است. این فقط به صورت هشتی دو طرفشه اگه نگاه کنید ببینید، و پایینش هم حالا از اینجا معلوم نیست و فقط به صورت هشتیه که دیگه زیراندازش رو میذاره توش و اینطوری میخوابه تو این. من یه ذره میترسم چون ممکنه که موشم بیاد داخل، واسه من تو اینا نمیخوابم. اگه باشه ترجیح میدم که چادر بذارم کاملا، وگرنه چون چادر زیپشو میبندم و این داستانا، ولی این هر حیوانی میتونه داخلش بیاد. مثلا من این کار نمیکنم دیگه، اینجوری دیگه.
ببینید الان من میخوام دراز بکشم. خب این پوستو گذاشتم اینجا به خاطر اینکه خب سردم میشه وگرنه خیلی. بعد کیسه خوابم که دوتا کیسه آب گرم گذاشتم توشم، دوباره گرم الان دیگه میرم توش و امیدوارم که تا صبح حسابی گرم و نرم باشه و بخوابم این شکلی چون خیلی سرده. سلام سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین. دریاچه یخ زده رو گفتم بهتون نشون بدم که دیشب نمیشد و اینجا رو بهتون گفتم نشون بدم. همون دریاچه یخ زده که حالا من اومدم این سمتش تا اینجا رو بهتون نشون بدم. ببینید چقدر خوشگله. صدای آب و آرامش و خب الان دیگه باید بریم اونجا آتیش روشن کنیم دوباره به خاطر اینکه صبحانه آماده کنیم و برها صبحانه بخوریم. بعضی از بچه ها دیشب دایرکت میدن که آقا سردت نیست، آقا نمیترسی. خواستم بگم که اولا که ترس خب برای من هم طبیعیه، من هم مثل بقیه حتما از توی جنگل خوابیدن و راه رفتن میترسیدم، اما بعد از دو مرتبه دیگه کم کردن اما خیلی خیلی ترسم کمتر شده و به عبارتی اصلا نمیترسم. فکر میکنم که با تمرین و تکرار آدم میتونه به ترسش غلبه کنه. دفعه قبلم گفتم و باید آدم از زندگیش از همین جزئیات به نظر من لذت ببره و من سعی میکنم که در کنار این جزئیات از زندگیم فقط لذت ببرم و کیفیت زندگیمو ببرم بالا. به شما هم پیشنهاد میکنم که سخت نگیرید و از کوچکترین چیزایی که در اطرافتون هستش حسابی لذت ببرید. همین دیگه. گفتم اینجا رو هم بهتون نشون بدم. ماشینم استارت زدم بعد گفتم حالا یک کوچولو هم اینجا رو بهتون نشون بدم. ببینین نور آفتابو، وای خدایا خدایا، من موردم برای این نور قشنگ. بذارید بهتون نشون بدم اینجا رو، اینو ببینین چقدر خوشگلی. آخه بچه این وقت خوشید که من باید دلبری کنه که جمع ببینید چقدر خوشگله.
سلام سلام، چطورین؟ خوبین؟ امیدوارم که خوب باشین، روزتون بخیر باشه. امروز هوا خدا رو شکر یه ذره بهتر شده، خیلی سرد نیست. و اینکه قراره که منم شب کمپ کنم، اونایی که دوست دارم با من همراه باشن. حالا یه ذره بارون هست، امیدوارم که دیگه شب حداقل بارون نیاد، چون وقتی که بارون میشه خیس میشیم و خب یه ذره سرده و اذیت کننده است. ولی در کل دیگه برفا داره آب میشه و با امید بهار و اینکه اینجا هم دیگه یه ذره گرم بشه. من برم سر کار، مراقب خودتون باشین. فعلا سلام سلام، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. آقا من آمده شدم که برم، کاپشنم پوشیدم دیگه، الان باید برم سمت دوستان و برای کمپین کردم. با من هم خب من دارم میرم و اینکه بارون میباره، این بارون شدید و اینکه خیلی زده حاله، چون وقتی بارون میاد دیگه خیس میشیم و منم عادت به کلاه گذاشتن ندارم، از کلاه بدم میاد، فقط این گوشی ها رو میذارم. ولی خب دیگه الان خیلی بارون داره میباره و امیدوارم که بند بیاد، چون وگرنه خیلی ستمه. ببینیم چی میشه دیگه. بچه ها سر رو گفتم اینم بهتون نشون بدم. اینو که میبینی توی این جنگل، مسیر جنگل، خب چند تا از این مدلیا هست خب که ساخته شده و هست. بعد این برای چه کاریه؟ این برای زمانیه که میخوان گوزن شمالی شکار کنن یا گوزن شکار کنن، میرن این تو میشینن و یه جورای حالا میگن استتار میکنن، بی صدا و بی حرکت این تو میشینن و بعد گوزن که بهشون از این اطراف نزدیک میشه، حالا تو چون وسط جنگلیم الان دیگه میان و به عبارتی شکارشون میکنن. گفتم شاید جالب باشه که اینم بهتون نشون بدم، چون خودم شکار گوزن رفتم، گفتم حالا به شما هم بگم، شاید براتون جالب باشه. همین دیگه. فرقی که الان با کمپایی که تو ماهای قبل میکردیم اینه که الان ساعت ببینم چنده که به شما بگم، ساعت الان دقیقا 6:28 است و هوا هنوز روشنه و وقتی پیاده روی میریم توی جنگل خوبیش اینه که دیگه هوا روشنه، هرچند که خب از تاریکی هم نمیترسم. ولی ببینید چه خوشگله، صدای پرنده ها رو. آرامش مطلق.